بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه سلسله درس های مضمون فلوید مکانیک و مکانیک سیالات در خدمت شما هستم. بنده سراج الدین فقیری. جلسه درس هم جلسه هشتمه. این جلسه تئوری گفتگو جلسه هشتمه. در جلسه هفتم در قسمت قانون تحفظ انرژی و معادله برنولی صحبت کردیم. حالا میایم در این جلسه محدودیت هایی که معادله برنولی داره صحبت میکنه. این معادله برنولی محدودیت هایی داره که در این قسمت صحبت میشه. محدودیت هایی که معادله برنولی داره، یکی اینه که این معادله فقط برای سیالات یا مایعات، بگیم که برای مایعاتیه که انعطاف پذیر نیستند اینها استفاده میشه، این کامپرسیبل قابل فشرده شدن نیستند اینها استفاده میشه. در مایعاتی که انعطاف پذیر باشن و قابلیت فشردگی داشته باشن این استفاده نمیشه. یک محدودیت. محدودیت دوم، چرا استفاده نمیشن؟ دلیل این که استفاده نمیشن اینه که زمانی که یک جسم انعطاف پذیر باشه و فشرده شه، گامای از اون جسم یا وزن مخصوص از اون جسم تغییر میکنه، کثافت تغییر میکنه. بنابراین این برای معادله برنولی نمیتونه استفاده بشه. دوم، فرض بر اینه که no mechanical device between two section of interest would add or remove energy. کدام mechanical device یا کدام لوازم mechanical مانند پمپ یا مانند وال یا کدام لوازمی که انرژی زیاد کنه یا انرژی کم کنه از سیستم، فرض بر اینه که در مسیر وجود نداره. یعنی نه انرژی اضافه میشه نه انرژی کم میشه. سوم، فرض بر اینه که هیت ترانسفر انجام نمیگیره. چی رقم مثلا فرض کنید که اینجا یک مقدار انرژی بر اثر استکاک به حرارت تبدیل نمیشه و ضایع نمیشه. هیچ نوع هیت ترانسفر یا انتقال حرارت وجود نداره، در حالی که در سیستما هست. چهارم، هیچ نوع انرژی دیگه بر اثر استکاک موجود نیست. این قسمت هیت ترانسفر هم میتونه که استکاک باشه هم میتونه دیگه حالته باشه که بر اثر از او یک مقدار حرارت ترانسفر شه. مثلا یک آب با درجه حرارت بالا در یک سیستم انتقال پیدا میکنه، یعنی که در مسیر یک مقدار حرارت از دست میده. این معادله برنولی ایر نمیپذیره. چرا؟ به خاطر که در این قسمت هم مایعات نظر به درجه حرارت های مختلف وزن مخصوص اینا متفاوته. و چهارم که همونده گفتم، هیچ نوع انرژی زایات انرژی بر اثر استکاک نداره. در عملا در عالم واقعیت هیچ کدام از این چهار قابل تطبیق نمیتونه به سادگی باشه. این یک حالت ایدئاله. خب ما در اصول بعدی این معادله برنولی تبدیل میکنیم به جرنال انرژی کوهشن که این ای چهارم چهار محدودیت هم اعمال میکنیم در نظر میگیریم که چی شکل با در نظر داشت زایت انرژی، با در نظر داشت اضافه تر شدن یا کم تر شدن انرژی چی را میتونه معادله برنولی حل کنه. فعلا فرض بر این در فصل در فصل ششم که هیچ نوع زایت انرژی، هیچ نوع اضافه شدن انرژی، هیچ نوع هیت ترانسفر اینا وجود نداره. خب با در نظر داشت از این میم اگزمپل پرابلم 6 نور ببینیم. در اگزمپل پرابلم 6 نور گفتم با در نظر داشت شکل 6 7 این شکلی که در این قسمت می‌بینیم، با در نظر داشت این شکلی نقطه اول باشه، این نقطه دوم باشه، زید یک پی یک بر گاما و یک مربع بر دو جی، زید دو پی دو بر گاما و وی دو مربع بر دو جی، با در نظر داشت این شکل، در صورتی که آب در 10 درجه سانتیگراد، ببینید شما این قسمت درجه حرارت رو گفته. چرا درجه حرارت گفته؟ بی واسطه که در درجه حرارت های مختلف وزن مخصوص یا گاما یا کثافت مایع فرق میکنه. آب از نقطه اول به نقطه دوم در جریان در حرکت، در نقطه اول قطر پایپ چند گفته؟ 25 میلی متر. و فشار چند گفته؟ 345 کیلو پاسکال. سرعت چی مقدار؟ در نقطه اول 3 متر در ثانیه. پس در نقطه اول قطر پایپ رو گفته، با در داشتن قطر پایپ در حقیقت مساحت داریم، با داشتن مساحت و سرعت در حقیقت دسچارج داره و فشار رو گفته، اینا هم مشخص کرده. در سکشن دوم گفته قطر پایپ 50 میلی متر، ای
چند ارتفاع داره؟ گفته 2 متر هم از سکشن یک بالاتره. از این در از نو انرژی لاس، هیچ نوع ذات انرژی شو فرض کنین که در سیستم موجود نیست. کلکولیت ده پرژر پیدو، پیدو گفته شما محاسبه کنید. پس چیزی که دنبال از یو هستیم پیدوه. حالا در نقطه اول قطر اقدر، سرعت اقدر، تفاوت نقطه دوم تا نقطه اول اقدر، زید 2 متر بالاتر از زید یکه، پیک هم داده، دیدو هم داده. باید در نظر داشت از اینو میایم مدل حل بکنیم. با استفاده از اصل تحفظ انرژی میایم این مدل برنولی بیشک می‌نویسیم. میگیم که انرژی در نقطه اول در حقیقت مساوی با انرژی در نقطه دوم، انرژی نقطه اول هم انرژی نقطه دوم با هم دیگر مساویه. حالا ما دنبال چی هستیم؟ دنبال پیدو، دنبال پیدو هستیم. هر ما پیدا کنیم. خب مدل خواستین ساده سازی کنیم، چی شک میکنیم؟ میگیم که ای سر جاهو باشه، پیدوی بر گاما سر جاهو باشه، ای رو میاریم بی طرف مدله، ای رو میاریم با ای طرف مدله، مدل بیشک ساده میشه. پیدوی بر گاما مثل میشه پی یک بر گاما، جمع زد یک، جمع یک مربع بر دو جی، منفی زد دو، منفی دو مربع بر دو جی. اینا زد دو، زد یک همینا رو داخل یک با هم نزدیک میکنیم به این شکل که خب قبل از اینکه کارو کنه گاما رو انتقال داده این طرف. حالا خود پیدو چی مقدار میشه؟ گاما رو آورد این طرف به این شکل. پیدو مثل میشه پی یک جمع گاما ضرب در قوس بزرگ زد یک منفی زد دو، جمع یک مربع منفی وی دو مربع بر دو جی رو ساده سازی کرد. خب از جدول میره پیدا میکنه که آب در از اپندکس های آخر کتاب که آب در 10 درجه سانتیگراد چی مقدار وزن مخصوص داره، میبینی که 9.8 کیلوگرم بر متر مکعب. خب حالا در این قسمت اگر بیایم ببینیم در این مدل وی یک داریم، زد یک و زد دوی دو دارم ایرم داریم، وی دو نداده دیگه، پی یک هم داریم، پی دو هم مجهول. پس ای وی دو یه هم مجهول، پی دو هم مجهول، دو مجهول. حالا با استفاده از مدل کمکی میتونه این دو مجهول رو ساده تر بسازیم. مدل کمکی چیه؟ مدل اصل پیوستگی، یا میگیم کیو یک مساوی با کیو دو. با در نظر داشت مدل پیوستگی میتونه مرسی که ای یک وی یک مساوی با ای دو وی دو. حالا وی دو ای قدر میشه، این هم پس پیدا شد. حالا ای یک چی مقدار قطرو پایپ داده شده؟ مساحت از یکی اول اقدر، مساحت که دوم با اساس فرمول اقدر، اینا پیدا شد. با وزن بوده اینا ویدو هم پیدا میشه، ویدو اقدر پیدا میشه. پس ویدو هم با استفاده از مدل پیوستگی پیدا کردیم که 0.75 متر در ثانیه. حالا با وزن بودن اینا تک به تک پیدو پیدا میشه، پی یک بود اقدر، گاما اقدر، زید دو منفی زید یک منفی دو، زید دو منفی زید یک رقت بود، زید یک منفی زید یک. با مدل بالا برگردیم، من این قسمت رو باش پاک کنم که مدل که طرفین نسیتین کردین شد زید یک منفی زید دو، در حال که زید دو بالاتره. این زید یک اگر رفرنس بگیریم صفر، حالا در این قسمت این شکل ببینیم، اگر این نقطه بالفرض بگیم صفر، این نقطه چی مقدار میشه؟ زید یک این میشه دو، یعنی نقطه دوم از نقطه اول 2 متر بلندتره. این نقطه 2 متر از نقطه اول بلندتره، 2 متر. حالا اگه بگیم زید یک منفی زید دو، در اقیقه چی میشه؟ در اقیقه 0 - 2. پس چیزی که به دست میه منفی دو دست میه، علت منفی دو قسمت اینه، زید یک منفی زید دو. مدل که ساده سازی کردیم، طرف این رسیدین کردیم، این شد شد. خب این هم شد منفی دو، دگر رو در مدل گذاشتیم، بالاخره پی دو پیدا شد. پی دو بعد از محاسبات پیدا میشه چی مقدار؟ پی دو پیدا میشه که 329.6 کیلو پاسکال پیدا کردیم. خدا کنه که فهمیده باشین. خب نکته که در این قسمت ذکر کرده اینه که پی دو از گیج پرژر، در جلسات اول و دوم گیج پرژر و ابسولوت پرژر رو صحبت کردیم. حالا در این قسمت اینا کلن گیج پرژر، یعنی بیمانو که ما
تأثیرات فشار هوا در نظر نمیگیره، اینا کلا گش پریشه. خب بخش بعدی 681 تانک ریزروایر اند نوزل اکسپوزد تو اتمسفیر. ببینید شما در این قسمت معادله برنولی، اگه ببینیم این معادله برنولی معادله تورینیه، اگر در این قسمت بالا و پایین ببینیم معادله برنولی کجا نوشته شده، این قسمت تقریبا 6 آیتم میشه. گویا اون زیاد نیست که هر 6 آیتم رو شما بیان بنویسید، میشه که این اندکی ساده سازی کنیم. به چی شکل؟ به این شکل که حالا در این قسمت ببینیم. خب آیتم های برنولی کویشن یکی آیتم فشاره پی بر گاما، دیگه وزن ببخشیم باشه که پتانسیل هیت یا زیده، وزن دیگه صرف نظر میگیم زیده هیدو، دیگه سرعته وی مربع بر دو جی. حالا اگه نور بیم یک هم بگیم، این پی یک زید یک وی یک، به این ترتیب اگه به این قسمت هم بنیسیم بگیم پی دوی بر گاما زید دوی بر گاما زید دو بخشیم و وی دو مربع بر دو. حالا در یک سیستم گویا اوقات ممکنه که سرعت بین در دو نقطه که در نظر میگیریم با هم مساوی باشه. خود زمانی که سرعت در دو طرف معادله با هم مساوی باشه، خب طبیعتاً وقت در خط میخوره. یا ممکنه دو نقطه مثلا مانند نقطه A و نقطه B داره عین ارتفاع باشه. خب وقتی داره عین ارتفاع باشه، زید از اینا یک رفرنس مانند این نقطه از یک خط مرجع، این عین ارتفاع داره، این هم ارتفاع داره، این هم ارتفاع داره، و ارتفاع رو با هم مساویه، دو طرف معادله هم هست، با دو طرف معادله با هم اختصار میشه. یا گاهی اوقات ببینید که یک نقطه از سیستم که در نظر گرفتیم با هوای آزاد در تماسه. وقتی که یک سیستم یک نقطه از با هوای آزاد در تماس باشه و محاسبات بر اساس گیج پرژر و فشار گیج باشه، میگیم فشار صفر دیگه. مثلا نقطه ای ببینید، نقطه A و نقطه F، این دو نقطه، نقطه F و نقطه A، این با هوا آزاد در تماس، این با هوا آزاد در تماس. از زمانی که این دو نقطه برای محاسبات در نظر میگیریم، ضرورت نیست که معادله این قسمت پارامتر فشار بنویسیم، چون این فشار چنده؟ این فشار صفر نمینویسیم. اگر ارتفاع در نظر بگیریم، میگیم زید A و زید B، وقت میگیم این دو تا هم مساوی خط میخوره. اگر بالفرض نقطه D و نقطه C ببینیم، چون پیپ در این قسمت عین قطر داره، قطر پیپ عین قطره، پس سرعت هم یکیه. هرگاه قطر عین قطر باشه، دسچارج هم ثابت، دسچارج تقسیم سرعت بخشید دسچارج تقسیم مساحت سرعت میده، سرعت هم با هم مساوی، پس این دو تا میده که مساوی با هم دیگر دو طرف مدل خط میخوره. اگه بیم مدل ببینید در این قسمت گفتین که مثلا دو نقطه با هم عین ارتفاع داره، زید A با زید F برابره، و زیرت نیک اینا در مدل دیگه اعمال کنه، چی میگیم؟ میگیم زید A با زید F دو طرف مدل خط میخوره. اگه زید F بیاریم این طرف مدل منفی میشه، با زید A مساوی صفر میشه. یا حالت دیگه اینه که میگیم که دارای پیپ دارای عین قطر، عین قطر که بود دسچارج ثابت، دارای عین مساحت میشه، عین مساحت که شد سرعت ها مساویه. مختاد زیرت نیه که دو نقطه که سرعت های با هم مساویه، ما در مدل بنویسیم بگیم که این سرعت بالفرض با این سرعت مساویه، اینو با هم دیگر دو طرف مدل خط بزنیم. یا گاهی اوقات میبینی که یک نقطه با هوا آزاد در تماسه، پس این نقطه که با هوا آزاد در تماس بود فشار گیج صفره، و مثلا این نقطه ای با هوا آزاد در تماس، زیرت نیه که در مدل بنویسیم مدل طولانی کنیم. و اینو تک به تک حالا میبینیم در مثال ها میبینیم. خب هرگاه وین فلود ات رفرنس پوینت از اکسپوزد تو اتمسفیر، وقتی که یک نقطه از مایع با هوای آزاد در تماس باشه، میگیم فشار صفر، پرجر زیر. وقتی صفر بود دیگه پی بر گاما چی میشه؟ صفر میشه. خب یه مدل خود به خود تمیفته که مدل کوتاه‌تر میشه.
خب یک حالت. حالت دوم هرگاه the velocity head at a surface of the tank or reservoir is considered to be zero. خب این قبلا ذکر نکردم، باشه که اینا کمی پاک کنم. یه ذکر کنم. حالا بیم این ذخیره در نظر بگیریم. این ذخیره آب داره. زمانی که آب از این ذخیره توسط ایلوله خارج میشه، آب آیست آیسته به طرف پایین میره حرکت. خب سرعت حرکت پایین کرد، سرعت پایین رفتن ذخیره، ذخیره بزرگی هم باشه چی مقدار؟ بسیار اندکه. مثلا 0.05 متر در ثانیه. آیست آیسته این ذخیره پایین رفته. خب اگه شما 0.05 متر، 0.05 متر سرعت متر در ثانیه سرعت پایین افتادن این ذخیره باشه، این شما مربع بکنید تقسیم دوجی هم بکنید چی مقدار بشه؟ عدد بسیار یک. شما بیاییم مربع کنید، بیاییم مربع تقسیم دوجی هم بکنید، این تقریبا نزدیک به چی میشه؟ صفر میشه، عدد بسیار کوچک میشه. پس هرگاه ذخیره بزرگ باشه سرعت پایین افتادن از این نزدیک به صفره، بگیم که پس سرعت در این نقطه صفر فرض میشه. این در واقع صفر نیه اما صفر فرض میشه. خب پس این فراموش نمی کنید، در ذخیره ها هر بار ذخیره ها بزرگ باشه سرعت در ذخیره صفر فرض میشه. چرا؟ دلیل پیشتر گفتیم که این سرعت پایین افتادن از این بسیار اندکه. اگر با مربع بکنیم وی مربع بر دو جی در حقیقت هد کینتیک از این ببینیم این اندکه نزدیک به صفر صفر فرض میکنه. این موضوع بود که در این قسمت ذکر شد. دیگه هرگاه دو نقطه از یک پیپ که دارای عین قطرن، دارای عین قطرن اینا باشه، سرعت ها در این نقطه با هم مساوی میشه. چی منو خود سرعت چی بود؟ خود سرعت مساوی میشد با کیو تقسیم بر مساحت. حالا مساحت هم بود پای بر 4 دی مربع. پس دو نقطه این پای رو در نظر بگیریم، این نقطه یک یه نقطه دو، نقطه یک نقطه دو، دی یک قطر در نقطه یک مساوی با دی دو. خب پس اینا که با هم مساوی بود در حقیقت ای یک مساوی با ای دو. دسچارج کیان ثابت، پس اینا اگر یک مساوی با ای دو باشه مساوی با ای هم فرض کنیم، پس میبینیم که یک هم مساوی با چی میشه؟ یک هم مساوی میشه با وی دو با در نظر داشته معادله پیوستگی. این معادله کیو تقسیم بر ای یک مساوی با کیو تقسیم بر ای دو مساوی با وی یک مساوی با وی دو. پس سرعت در نقطه یک مساوی با وی دو. حالا وی یک مساوی با وی دو که بود در این معادله، وی یک مساوی با وی دو که بود وی یک فرض کنه وی ای مساوی با وی اف که بود، ایرم بیاریم با ای طرف ای علامه مثبت، ایر بی طرف بیاریم میشه علامه منفی، با هم دیگر مساوی خط میخوره. پس قبل از اینکه خط بخوره وقتی قطرها قطر پایپ در دو نقطه مورد نظر با هم مساوی بود اینا رو پیشا پیش خط میزنیم، مدل کوتاه میکنیم. دیگه چی بود؟ دیگه چی میگه در این قسمت؟ When two points of reference for Bernoulli equation had the same elevation. هرگاه دو نقطه از سیستم دارای عین elevation بود، پس زید یکی مثلا با زید دو، یعنی ای پایی با در نظر بگیریم، discharge هم به این طرف. حالا اگه فرض کنیم که ریگ رفرنس مانند اینجا در نظر بگیریم، این میشه زید یک، این میشه زید دو. زید یک مساوی با زید دوه. خب در معادله برنولی اگر بالفرض زید یک ای فرض کنیم زید یک این زید دو اینو با هم مساوی باشه، یا زید ای با زید اف مساوی باشه، این که بیاریم بی طرف معادله
زید ای علامه مثبت ایر بیتره بیاره منفی با هم مساوی هست و دو با هم دیگر خط میخوره. خب خط که میخوره در اول ساده سازی میکنیم، در اول مدل خط میزنیم، نمیگذاریم مدل طولانی شه، مدل بزرگ شه. خب این چی بود؟ اینها روش های ساده سازی معادله بود. خب فکر میکنم برای اینکه درس سنگین نشه جلسه رو در اینجا خاتمه میدیم. ادامه درس رو میگذاریم بر جلسه بعدی که انشاءالله جلسه نهم میشه. در جلسه نهم درس رو باز با اگزمپل 16 شروع میکنیم انشاءالله. تا جلسه بعدی خدا یار و نگهدار شما.